سلام جیگر، خوبیم؟ در چه وضعی هستیم؟ امروز میخوایم در رابطه این که چطور بفهمیم باتری اسکوتر برقی یا موتور برقیمون خراب شده یا در حال خراب شدن صحبت کنیم. چند تا از علتاش رو به شما بگیم که در چه حالتهایی دیگه باتری اسکوتر یا موتور برقی شما در اصل مرخصه. ما در رابطه موتور برقی و اسکوتر برقی، چون ما اسکوترهایی داریم که در اصل با بنزین کار میکنن ولی جزء اسکوترن، ما فقط در رابطه اسکوترها و موتورهای برقیه که داریم صحبت میکنیم. پس باتری اینجا برای ما خیلی مهمه. موتور برقی یا اسکوتر برقیمون در حال خراب شدنه یا دیگه خراب شده و اون جونای آخرشو داره میره و میخواد که دیگه شما رو بذاره زمین، یعنی بذاره در راه، چه اتفاقاتی میفته؟ خب میخوایم اول بگیم که اصلا مهم نیست که اسکوتر یا موتور برقی شما چه شکلیه. میخواد این قیافه باشه، میخواد از این مدلای شیائومی باشه که روش وای میستن، میخواد از این سه چرخای موتور برقی باشه، موتورسیکلت شبیه موتورسیکلت موتور برقی باشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که یک چیزی داره به نام باتری. خب اولین دلیلی که باتری شما نشون میده که مشکل داره فیزیک باتری شماست. یعنی شما باید ببینید که آیا باتری شما، که عمدتا باتری ها شکل و مدل های مختلف داره، ولی باتری ها به صورت مکعب مستطیلن. خب یعنی شما تو این یه همچین حجمی مکعب مستطیل باتری های اسکوتر برقی، حالا یه اسکوتر میتونه یه دونه باتری داشته باشه، یه اسکوتر میتونه 4 تا باتری داشته باشه. حالا عمدتا اسکوتر برقی و موتور برقی هایی که باتری لیتیوم ایون دارن یه دونه باتری تقریبا بزرگی دارن. خدمت شما عرض بکنم که برای فهمیدن اولین عاملی که وجود داره اینه که وقتی شما بیا جلو که اینجا من بگم، ما الان مثلا این اسکوتر برقی، قبل از اینکه بریم سراغ این اسکوتر برقی، دو نوع باتری داریم. یکی سیلت لید اسید یا اصطلاحا همون لید اسید میگن، یکی سیلت لید اسید یا همون لید اسید میگن، یکی هم لیتیوم ایون هستش. خب باتریایی که داریم، هر دو این باتری ها بر طبق عمرشون قطعا خراب میشن. حالا ما چجوری بفهمیم که باتری دیگه یا تو خراب شده یا تو شرف خراب شدنه؟ الان این سویچ، حالا یکی سویچش میتونه مثلا این مدلی کلیدی باشه یا میتونه سویچش مثلا این شکلی باشه، استارتی باشه، مهم نیست. اینجا یه نشانگری داره، نشانگر اینجا بگیر که باتری رو به شما نشون میده. حالا ممکنه حالت فیزیکال و منوالی باشه، میتونه حالت مانیتورینگ باشه. خب وقتی شما این سویچ رو آزاد میکنید و روشن میکنید، اگه باتری شما شارژ کردین اسکوتر یا موتور برقیتون رو، کامل پر شد، هر سه تا کامل پر شدش و دیدید که با یه حرکت کوچیک، یعنی مثلا گاز میدید با یه حرکت کوچیک سریع این باتری از حالت هایش، از حالت ماکسیمومش که بیشترین شارژ، فولترین شارژ رو داره، با کمترین مسافت و در کمترین زمان شد مدیوم یا همون متوسط و حتی خیلی زود اومد روی مینیموم، بدونید که باتری شما مشکل داره و باتریتون رو به خراب شدنه. یکی از عامل هم که قبل گفتم بحث فیزیک باتریه. شما باید ببینید که فیزیک باتریتون به چه صورته. فیزیک باتری نشون میده اگر یه باتری فاسد شده باشه یا خراب شده باشه، کامل نشون میده مثلا بغلاش باد کرده، چون گفتم باتری به صورت مکعب مستطیله، خب باد میکنه از این ور اون ورش، تغییر شکل میده، اونجا نشون میده که باتری شما خراب شده. یه موقعی هست شما در اصل سوار موتورتون شدین یا سوار اسکوتر برقیتون شدین، موتور برقی و اسکوتر برقی، و قبلش هم کامل زدین شارژ، پلاگین کردین، باتری کاملا فوله. خب ولی مثلا دارید میرید یه جایی سربالاییه، خب موتور برقی اسکوتر برقیتون جون نداره بره بالا، نفس نداره بره بالا، شما گاز میدی
ولی موتور برقی و اسکوتر برقی نمیره بالا، جون و نفس بالا رفتن رو نداره. حالا اینجا باید چه کرد؟ حالا اینجا دو عامل پیش میاد. همیشه این مسئله دالی بر این نیست که باتری شما خرابه. اسکوترها و موتورهای برقی دقیقا مثل خودروها یه وسیله‌ای دارن، خودروها یه چیزی دارن به نام ECU یا همون کامپیوتر خودرو. اسکوترها و موتورهای برقی که با باتری کار میکنن، اینها هم یه وسیله‌ای دارن شبیه ECU که یه مستطیل، مکعب مستطیل نقره‌ای رنگه، ولی بهش میگن کنترل یونیت. اصطلاحاً به این دستگاه میگن دستگاه کنترل یونیت که از طریق یک در اس قطعه دیگه مکعب مستطیل شکل کوچیک‌تر که بهش جبه تقسیم میگن، این فرمان ها به موتور برقی دستگاه داده میشه. خب شما زمانی که ICI داخلش، خازنای داخلش یا هر چیز دیگری که درون اون خراب میشه یا میسوزه یا نیم سوز میشه، دیگه موتور جون نداره بره بالا و اینجا ربطی به باتری نداره. ممکنه باتری شما سالم باشه، اون مشکل براتون پیش اومده باشه و شما فکر کنی که باتریت خراب شده. خب پس باید اینجا رو چک کنی. ولی اگر این حالت پیش اومد تو سربالایی جون نداشت بره بالا، یه دونه تست داریم که بفهمیم آیا باتری مشکل داره یا کنترل یونیت. خب اینجا شما اون ور وایسا. خب من اینجا میخوام نشون بدم، الان هم که بارون شدیده، میخوام نشون بدم که چجوری ما استارتو زدیم. اونجا رو نشون بده، یه سطح صاف داریم اینجا، سطح عمود صاف داریم. اینجا رو نشون بده، اینجا ما یه سطح عمود صاف داریم. موتور رو میبریم یا اسکوتر برقیمون رو میبریم، چرخ جلوش رو میچسبونیم به این، سعی کنیم که به صورت قائم باشه، یعنی این بیا جلو بیا جلو، نشون بده، سعی کنیم که چرخ چسبیده به این سطح و به صورت قائم باشه. خب الان اینجا باتریمون رو نشون میده که پره، یا مثلا باتری تو ممکنه میدیوم باشه. حالا ما برای این تست میگیریم فول ترین حالت رو شما شارژ کردید. شما وقتی میشینید و این چرخ رو چسبیده به این، شروع کنید گاز دادن. ببین گاز بدید، این فشار بدید، این فشار بیاره. ببینید نگاه کن، بگیر بگیر از دور اینجا رو نگاه، اینو بگیر. وقتی فشار میدین، اگر یه دفعه باتری برگرده از ماکسیموم بشه رو مینیموم، یعنی باتری خرابه. خب یعنی یه دفعه این افت کنه باتری مشکل داره. ببینید من دارم گاز میدم، ولی موقعی که برمیگرده یعنی رو حالت ماکسیمومه. اگر یه دفعه ماکسیموم رفت رو مینیموم، باتری خرابه. ولی اگر نه، ماکسیموم خاموش شد رو رو حالت مدیوم موند، خب یعنی باتری مشکل نداره. باید برید سراغ بحث این که تو کنترل یونیت شما چه اتفاقی افتاده، ممکن کنترل یونیت شما خرابه. پس اینم از یه عامل دیگه ای که شما میتونی بفهمی آیا باتری اسکوتر برقیت خراب شده یا کنترل یونیتش یا همون ECU اسکوتر برقی شما. دیگه از عواملی که میتونیم بگیم شما میتونیم متوجه شی که آیا اسکوتر برقی یا موتور برقی شما خراب، باتریش خرابه، این هستش که شما این هر اسکوتر برقی یا موتور برقی یه جایی داره برای شارژ کردن که استارن پلاگین بهش میگن. حالا چه پلاگین رو مستقیم به خود اسکوتر بزنید، چه پلاگین رو شما بیاید چیکار بکنید، ببرید خونه، باتری قابل جدا باشه ببرید خونه شارژ بکنید و پلاگین رو بکشید. خب حالا اگر باتری شما مثلا همیشه توی مثلا 5 ساعت شارژ میشد، فول شارژ میشد، یا 8 ساعت، زودتر از اون یا حتی دیرتر از اون شارژ شد، مثلا شما 8 ساعت و همیشه 8 ساعت شارژ میشه، شده 10 ساعت، خب پس باتریتون خرابه. اگر حتی همیشه 5 ساعت شارژ میشده، الان شده 2 ساعت یا 3 ساعت، باتریتون خرابه. اینم یکی از عواملیه که شما تو پلاگین تو شارژ کردن میتونید متوجهش بشید. و تو پلاگین رو شارژ کردن وقتی که میزنید، عمدتاً رو آداپتورها یه چراغه، عمدتاً وقتی باتری نداره یا باتریش کمه میزنید به شارژ، یا مثلا رنگش قرمزه یا نارنجیه، بعد از پروسه شارژ شدن میره رو حالت در از سبز. اگر این خیلی زود تغییر کرد و سبز شد، شما بدونید باتریتون مشکل داره. پس این عواملی بود که شما میتونید در اصل ببینید باتری شما در چه وضعیتیه، آیا خرابه یا در حال خراب شدنه، و بر طبق اون یه فکری برای
باتری اسکوتر بقیه و موتور بقیه‌تون بکنید. اینم از این ویدیو. مرسی از اینکه نگاه کردین. خدافظ.